یه بخش دیگه که ما اخیرا اضافه کردیم به ساریا اینه که در واقع اینجا ما یک دکمه گذاشتیم، دکمه فیدبک سراسری در واقع سایت. این رو وقتی روش کلیک میکنی، چه حالا در موردش صحبت میکنه، وقتی که روی این دکمه کلیک میکنی میاد اینجا و میتوانیم برای ما سریعا یه بازخورد بدیم در مورد صفحه‌ای که داخلش هستیم. مثلا من اگر بیام روی صفحه میخواهم متخصص شبکه شوم که آقای شریفی 10 تا ویدیو آموزشیش رو آماده کردن، من اگر روی این کلیک کنم می توانم راجع به این صفحه نظر بدم. اگر روی صفحه اصلی باشم و اینجا کلیک کنم و روی هر صفحه که روی این دکمه کلیک کنم می توانم نظر بدم که حالا اگر اطلاعاتی میخوام از خودم بدم، دلخواه الزامی نیست که ما بعدا بتونیم تماس بگیریم با اون کسی که نظر داده و پیامش چی بوده. حتی اگه پیامم نمیخواد، صرفا من راضی بودم یا ناراضی بودم که خب من خیلی خوشحالم از اینکه رو صفحه اول سایتم و ارسال میکنم که ما یه تشکر ریزی هم از شما میکنیم و شما میتونیم برگردیم رو جایی که بودیم و مثلا بیام رو متخصص شبکه شوم، از این صفحه هم من خیلی راضیم و ارسال بکنم. اینم بخش فیدبک ماست که خب خیلی هم جمع و جور و خوشگل. پایین تر ما یه سری تگ ها رو زدیم، برم رو صفحه اول در واقع. وقتی که کسی انقدر دیگه بیاد و حوصله‌اش سر بره که بیاد پایین بیاد پایین بیاد پایین و بیاد پایین و به چیزی که دوست داره نرسه، اینجا یه سری تگ ها هست که میتونه رو هر کدوم از اینا کلیک کنه. ما دنبال اینیم که این تگ ها رو تکمیل کنیم. روش که کلیک کنین آره به زودی آپدیت میشه مسیر شبکه. آره آقای شریفی الان در همین لحظه قول تکمیلش رو داد و ضبط هم شد. وقتی که برسیم این پایین دیگه ما یه سری ایده ها رو هم میدیم برای جستجو. یعنی یک کسی مطلقا هیچ ایده ای نداشته باشه که میخواد چیکار کنه، میتواند بیاد اینجا و امیدواریم که از یکی از این کلمه ها خوشش بیاد و روش کلیک کنه و بره ادامه مسیر. اینم از در مورد در واقع آپشن فیدبک دادنی که ما توی ساریاب داریم که خب به نظر من یه آپشن جالبیه، به مایی که توی تحریریه نشستیم کمک میکنه که در واقع خیلی خدمت بهتری ارائه بدیم. نهایتا عضویت ساریاب باقی میمانه که ما اینجا در حال حاضر به گرافیست، برنامه نویس وب و در واقع این کسیه که برای ما خلاصه کتاب ها رو سفاره کنه و اینم گرافیست ماست. ما احتیاج داریم فعلا به این سه عزیزی که بیان و همکاری کنن با ساریا و پیش بریم به این صورت. خب حالا من خواهشی که از شما دارم اینه که اگر روی کامپیوتر هستین از نرم افزاری به اسم تاندربرد استفاده کنید، اگر روی ویندوز هستین از نرم افزاری به اسم تاندربرد استفاده کنید، اگر روی ویندوز نیستین و روی اندروید هستین از هر یا iOS این یا از هر سیستم عاملی که استفاده میکنین بیاید بنویسید RSS Feed Reader for Android for iOS. RSS یک در واقع استاندارد انتقال محتوا بین ما هست. الان چیزی که دیدین من روی گوشیم داشتم RSS بود که در واقع با RSS Reader اطلاعات رو از ساریاب گرفتم و دائما خودم رو به روز نگه میدارم باهاش. خب میتوانیم اینجا بریم برنامه های مربوط به چیز رو ببینیم و اندرویدش رو ببینیم. حالا من چون روی دسکتاپ هستم روی دسکتاپ میام اینجا. خب کافیه که بیاید اینجا و یک در واقع فید جدید بزنید. من اسمش رو میذارم ساریاب
و فید جدیدی که زدید فینیش میکنین. من اینجا سابسکرایب میکنم، میگه به هم یه آدرس RSS بده تا بتوانم برم بگیرم. خب من میام روی در واقع فایرفاکس و اینجا این صفحه هنوز بالا نمیاد، روی صفحه اصلیم خوراک، این دکمه خوراک رو میزنم. این RSS متن عجیب و غریبی که دارید اینجا میبینید برای ما قابل خواندن نیست، اما نرم افزارهایی هستن که این رو به زیبایی پردازش میکنن و هر 100 دقیقه مثلا میتونیم بگیم برای ما چکش کن. خیلی هم خوبه. ببین، ما برای ما مهمه که آدم ها رو، تمرکز اینها رو به هم نزنیم، آرامش اینها رو نگیریم. تو چهارشنبه طلاییهای بعدی دقیقا در مورد اینکه چرا شبکه اجتماعی این روزا برای ما سم هستند صحبت خواهیم کرد و من این رو در واقع این ببخشید اد میزنم و این اضافه میشه، این فید اضافه میشه. میبینیم که الان 30 تا پست آخر رو برای ما آورد، مثل اینکه چامسکی کیست، یک زبانشناس، فیلسوف و غیره. که خب من به محضی که روی این لینک کلیک بکنم، اینجا میبینید که برای من بازش میکنه و میرم سر اصل مطلب. ما اینطوری به جامعه خودمون خدمت میکنیم، به جامعه بچه ها. ما هوای همدیگه رو خودمون خواهیم داشت. اینطوری حالا ما صرفا با این کمپین شروع میکنیم و ادامه میدیم. حالا آیا این پروژه که ما زدیم ایدهش از خودمون بوده یا از جای آمده؟ ببینید، خب ما نیاز رو احساس کردیم و رفتیم و دنبال کردیم ببینیم که آیا راهکارهای داده شده یا نه. این محصولی که ما الان داریم خوشبختانه همه چیزش رو گیت هست و مشخصه که ما چه فرایندی رو طی کردیم تا به این مدل رسیدیم. در واقع یک سایتیه از شرکتی به اسم ycombinator.com که خب اینم اگر دقت بفرمایید ما خیلی شکل اینیم، این شکل ما نیست، ما خیلی شکل اینیم، در واقع خیلی شکل این شدیم، ما توی نسخه آخر خیلی شکل این شدیم و این هم همین کار رو میکنه، اما در وسعت دنیا این میره و بهترین مطالب رو هر کس میتواند بیاد اینجا سابمیت بکنه. مثلا شما در مورد میکرو سرویس امروز میبینیم که یک نفر هست که 205 امتیاز گرفته و در مورد میکرو سرویس یه لینکی گذاشته که خب میتوانیم بیاییم توی یه وبلاگ دیگه که اونجا نیست بخوانیش. ساریاب هم همین کار رو میکنه، اما فرق ما با ایگرگ کامبینیتور اینه که ما میدانیم که برای چه کسایی داریم میرسیم. ما با این آدم ها دانشکده رفتیم، رستوران رفتیم، بیرون رفتیم، تو خوابگاه بودیم، تو مینیبوس بودیم، همه جا با هم زندگی کردیم و ما داریم چیزی رو آماده میکنیم که به درد هم دیگه بخوره. ما توی سایاب برای ما نه اون اپلیکیشن سایت اهمیت داره، نه برنامه، نه کد ما اهمیت داره، نه هیچی. ما چیزی که برای ما مهمه این دوستی است و اون تمرکز است و اینکه در نهایت بودن ما در کنار هم هدفمند باشه و به یک نتیجه برسه. در نهایت این هم در مورد این که ایده ساریاب از کجا آمد. خب در مورد مسیرها صحبت کردیم، در مورد اینکه ساریاب چطوری کار میکنه صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه ساریاب رو در RSS مطالعه کنیم صحبت کردیم. من خواهشم از شما اینه که همین الان اگر میشه تاندربرد رو روی کامپیوتر نصب کنیم، منتظر میشیم نصبش کنیم، و همچنین اگر تاندربرد ندارین یک نرم افزار به اسم RSS ریدر. جهان دیده همیشه با شور و اشتیاق عجیبی وارد جمع میشه. خب من این رو به شما نشان نمای کنش رو، اون RSS ریدر که دارید میبینید، اگر الان پشت گوشی اندرویدی یا iOSی هستین RSS Reader رو دانلود کنیم و اگر که پشت کامپیوتر هستیم موزیلا تاندربرد از شرکت محبوب موزیلا که فایرفاکس رو ساخته تاندربرد رو نصب کنیم. لطفا اگر استارت به نصب
کردین، یعنی شروع کردین نصبش کنین، به من یک ریاکشن اینطوری نمایش بدین که من در جریان باشم. مرسی.